ادعای دروغین پیروی از اهل بیت. رفتم پاکستان، یک سخنرانی کردیم اونجا، همه استاد دانشگاه، گفتن استاد دانشگاه هم یک سنی هم، دو سنی وهابی هم. شما در ایران هم سنی داریم، مشکل نداریم، سنی وهابی. گفتیم باشه، ما یک سخنرانی کردیم، جمله جمله ترجمه شد و اینا چبا چپ زدن و یک از اینا خیلی از سخنرانی ما خوشش اومد، پاشد یه نعره کشید، گفت احسن یک احسن که گفت بردم حیفش که تو شیعه هستی، حیف حیفش که تو شیعه هستی. گفتم نه شیعه نه سنی. عمر گفت کفانا کتاب الله، منم یه دقیقه همه حرف تکرار میکنم، قرآن بسست، منتها من از قرآن ثابت میکنم چرا شیعه هستم، به سه دلیل در یک دقیقه با آیاتی هم که همه تون حفظید حساس شدن. یه دقیقه سه تا آیه که همه حفظیم با یه دقیقه ثابت کنه چه شیعه هستن. بگو بگو آقا. گفتم ساعت ببینیم، ساعت دیدم، گفتم بسمه ای تعالی، تا پیغمبر بود شیعه و سنی نبود، ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه، الگوی همه پیغمبر. بعد از رحلت مسلمان ها دو دسته شدن، عده شیعه فقهشون از اهل بیت گرفتن، اهل سنت هم فقهشون از چهار تا عالم دیگه گرفتن، ابو حنیفه و مالکی و شافعی و حنبلی. هنوی یه دقیقه شده، من چه فقه اومد اهل بیت گرفتم، سه تا آیه قرآن دیدم. قرآن راجع به اهل بیت میگه یو تحقیر کن اهل بیت، گفته یو تحقیر کن مال ابو حنیفه و مالک. دو، اهل بیت دیگه من دین ما اتش گرفتم قرن اول بودم، چهار تا عالم شما متولد قرن دوم هجری هم، ما یه قرن جلو تلیم. قرآن میگه از سابقون از سابقون. سه، تمام اهل بیت شهید شدن و آلیت الله شما شهید نشد. قرآن میگه فضل الله المجاهدین علی القاعدین. من دین ما از اهل بیت گرفتم که سه تایی داره، یک یطهرکم تطهیرا، دو قتلوا فی سبیل الله، سه السابقون السابقون. تموم شد یه دقیقه. شما که دین رو از ابو حنیفه با امام احمد هم بلا مالا گرفته، یه آیه بخون. اگر یک آیه خوندی الان سنی میشم و در تلویزیون مصاحبه میکنم، قرائت شیعه آمد در پاکستان سنی شد، به این قرآن رسن، این همه استاد دانشگاه هم چی شدن؟ آقای قرائتی، اکنون بطلان ادعای شما را در یک دقیقه ثابت میکنیم، لطفاً وقت بگیرید. اولا شما از کجا پیرو فقه امامان اهل بیت هستید؟ شما ندای غیر الله و طواف قبور و شرک میکنید، ولی امامان اهل بیت از این کار بیزار بودند. اگر ادعای یهودیان مبنی بر پیروی از موسی علیه السلام و ادعای نصارا مبنی بر پیروی از عیسی علیه السلام درست است، پس ادعای شما نیز درست میباشد. ثانیا اهل سنت دین را از چهار امام نمیگیرند و آنان را نمیپرستند و معصوم نمیدانند، آنگونه که شما امامان خود را میپرستید و معصوم میدانید، بلکه اهل سنت دین را از قرآن و سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میگیرند و در مسائل خیلی جزئی و فرعی و غالبا فقهی به دیدگاه این بزرگواران و دیگر علمای اعلام مراجعه میکنند. ثالثا آیا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و علی و حسن و حسین رضی الله عنهم که شما ادعای پیروی از آنها را دارید بر مهر سجده می کردند؟ آیا در اذان اشهد ان علی ولی الله می گفتند؟ آیا پاها را در وضو نمی شستند؟ آیا دست باز نماز می خواندند؟ و و و و آیه اولی که شما خوندید در مورد همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده، چنان که از سیاق آیه مشخص است، و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به خاطر اینکه علی و فرزندانش را نیز مشمول حکم این آیه بکند در حق آنان دعا کرد و فرمود بار الها، اینها نیز از اهل بیت من هستند، و به هیچ وجه این آیه دلالت بر عصمت نمی کند، و اگر دلالت بر عصمت دارد پس ام المؤمنین عایشه صدیقه و حفصه رضی الله عنهما نیز معصوم هستند که شما آنها را کافر می دانید. چرا فرزندان رسول الله صلی الله علیه و سلم را معصوم و همسرانشان را کافر می دانید؟ و همچنین فرزندان امام حسن رضی الله عنه باید معصوم باشند، ولی شما آنها را معصوم نمی دانید. اما آیه دومی که شما خواندید مقصود از السابقون در آن سبقت در ایمان و طاعت است، به تفاسیر اهل بیت مراجعه نمایید، چنان که از علی رضی الله عنه روایت شده که فرمودند
مقصود کسانی هستند که در نمازهای پنجگانه سبقت می‌ورزند و آیه سوم که در مورد جهاد و شهادت خواندید مخصوص اهل بیت نیست، بلکه مشمول هر کسی می باشد که در راه خدا مخلصانه جهاد کند و به شهادت برسد. و شکی نیست که اهل بیت جهاد کردند و شهید شدند، اما نه تمامی آنها بلکه برخی از آنها، ولی روافض به دروغ برای بقیه آنها شهادت تراشیدند. فراموش نکنیم دیگر اصحاب رسول الله رضوان الله علیهم و پیروان آنان نیز جهاد کردند و شهید شدند و جهان پهناور اسلام نتیجه فتوحات آنان می باشد که شما متاسفانه آنان را کافر می پندارید. همچنین بد نیست بدانید که امام احمد ابن حنبل و امام ابو حنیفه و امام مالک سالها در زندان به سر برده و شکنجه و تازیانه های زیادی را در راه دین متحمل شدند. و این را نیز بدانید که امام ابو حنیفه و امام مالک متولد قرن اول هجری هستند، نه قرن دوم که شما ادعا نمودید. تعجب می کنم که چگونه با این استدلال شما دهان همه دانشمندان پاکستانی باز ماند. معلوم می شود که قضیه از بیخ ساختگی است. به این قرآن قسم، این همه استاد دانشگاه هم چی شدن؟ اگر محسن قرائتی بیاد به مردم راست بگوید، محسن قرائتی اگر مردم را گمراه نکند دیگر صدا و سیما او را برنامه‌اش پخش میکنه. محسن قرائتی اگر به مردم راست بگوید، بله او را خدمت شما عرض کنم که خلاصه چنان داغی به فلان جاش بزنن که دیگر نتونه تا 6 ماه روی منبر بنشینه، بگه اونجا هم درد میکنه. محسن قرائتی نمیتونه از مردم راست بگوید، چون باید از دولت پول بگیرد.